سلام، من محمدم و خوش اومدیم به برنامه هزار تو از کانال کافسی. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم، وظیفه خودم میدونم تا اینجا با شما رفقا یک چند دقیقه صحبت کنم. حدود 4 ماهی میشه که توی کانال ویدیو نداشتیم، چون اعتقادمون بر این بود که ویدیو دیدن و ویدیو ساختن برای زمانی که حال آدم خوب باشه، و خب وقتی حالت خوب نیست انجام دادن این کار بیفایده ایه. برامون خیلی نوشتین، بهمون خیلی پیام دادین و خواستین که دوباره کانال رو از سر بگیریم. ما هم تصمیم گرفتیم که دوباره شروع بکنیم و دوباره این مسیری که با همدیگه اومدیم رو با همدیگه جلو بریم. امیدوارم خیلی زود حال دل هممون خوب بشه، بخندیم، خوش بگذرونیم، کنار همدیگه کیف کنیم و این روزهای سخت رو به زودی بگذرونیم. وقتی خبر ساخت قسمت دوم جوکر پخش شد، همه ذوق زده شدیم. من که خودم خیلی خوشحال شدم که قرار دوباره فینیکس رو توی نقش آرتور فلک یا همون جوکر ببینیم. اما خبر حضور لیدی گاگا توی نقش هارلی کوین خیلی ها رو خوشحال نکرد. خیلی از طرفدارای جوکر با حضورش مخالفن و میگن قرار بیاد و تو فیلم. اما یه عده که خود من هم یکی از همونام، نظرشون اینه که اتفاقا گاگا انتخاب درستیه برای نقش. تو این ویدیو قرار راجع به این صحبت کنیم که چرا گاگا میتونه انتخاب مناسبی برای نقش باشه. اگه دفعه اولی هست که ویدیوهای ما رو میبینین، باید بگم که ما اینجا توی کافسی راجع به فیلم و سریال حرف میزنیم. پس شما هم اگر عاشق فیلم و سریال هستین، خوشحال میشیم که کانال ما رو سابسکرایب کنین. راستی اگر با این ویدیو حال کردین، حتما لایکش کنین، چون اینجوری خستگی ما در میره. One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? هارلی کوین یکی از کلیدی ترین شخصیت های دنیای دی سی به حساب میاد. بازیگر متفاوتی هم تا حالا این نقش رو بر عهده داشتن. مارگو رابی که سال 2016 توی این نقش برای اولین بار توی فیلم جوخه انتحار حاضر شد، بازیش انقدر خوب بود که بعدش فیلم بردز آف پری رو بازی کرد، بعدش هم جوخه انتحار بازسازی شده یا ادامه نسخه قبلی رو حضور داشت. کلی کوکو هم که اون رو با نقش پنی توی سریال بیگ بنگ تئوری میشناسیم، صدا پیشه این کاراکتر توی نسخه کارتونیش بود. اما حالا قوره به نام آنجلینا گرمانوتا، ملقب به لیدی گاگا، افتاده و در مقابل فینیکس برای نقش جوکر که اسکار هم برنده شده حضور پیدا کرد. جوکری که آرزو داشت کمدین بزرگی بشه، اما تبدیل شد به یکی از شرورترین افراد دنیای دی سی. چهارده فوریه گاگا اولین تصویر از حضور خودش رو توی فیلم جوکر فولی ادیو که میشه اون رو دیوونگی ها یا جنون های دو نفره ترجمهش کرد، به اشتراک گذاشت. عکسی که توی اون هارلی کوین به صورت نیمه آرایش شده جوکر خیره شده و اون رو توی دستای خودش گرفته. Dad, <it's me. laughs> سال 2008 وقتی ویدیو کلیپ بورن دیس وی پخش شد، گاگا لقب مادر مانستر رو برای خودش کرد. اون همون نشون داد که چقدر متفاوت، ساختار شکن، یاقی و آزاده. اصلا به دنیا اومده که خودش باشه. گاگا بعد از بازی توی فیلم ستاره متولد می شود، نامزد اسکار بهترین بازیگر زن و بهترین ترانه شد. اما فقط موفق شد اون شب اسکار بهترین ترانه رو با خودش به خونه ببره. بعد بگم لیدی گاگا الکی لقب مانستر مادر رو صاحب نشده. اون براش دیوونگی ها کرده، کارهای عجیب و غریبی کرده تا صاحبش شده. اون هیچ وقت از کاراش خجالت نکشیده و به دیوونگیهاش ادامه داده. وقتی که راجع به دیوونگی حرف میزنیم، منظورمون کاراییه که آدمایی که توی اون لول وجود دارن اصلا سراغش نمیرن. اون اصلا از هیچ کس و هیچ چیزی خجالت نکشیده. مثلا یه بار توی مراسم گالا که خود اون مراسم معروف به لباسهای عجیب و غریب، خانم گاگا کلا با لباس زیر رفت و فرش قرمز. یا برای مراسم فرش قرمز یه فیلمی یه لباسی پوشیده بود که انگار پوست یه نفر رو کندن و باهاش لباس دوختن. یا
یه جای دیگه توی یه مصاحبه ای گفت عطری که میزنه و خیلی دوستش داره به خاطر اینه که بوی خون میده. یا یه دفعه توی یکی از کنسرت‌هاش نیمتنه پوشیده بود و داشت درام میزد. بعد از اون بر گلاب بروتون یکی داشت روش بالا میآورد. خب حالا دکتر هارلین کوینزل یا همون هارلی کوین خودمون چی کم از این دیوونه بازی ها داره؟ اصلا به نظر من یکی از بهترین انتخاب ها برای این نقش همین خود خانم گاگاست، شخصی که آزاد و متفاوته. این فیلم قراره 4 اکتبر 2024 13 مهر 1403 بیاد روی پرده‌های سینما. نظر شما چیه؟ به نظرتون گاگا انتخاب مناسبی برای این نقشه؟ توی کامنت ها نظرتون رو برام بنویسید. دمتون گرم که مثل همیشه توی این ویدیو همراه من بودید. یادتون نره که اگر با ویدیو حال کردین حتما لایکش کنید، چون اینجوری خستگی من در میره.